عبارت قلب شیر تا تابستون سال 86 معنای خاصی واسه هواداره فوتبال در ایران نداشت. اما فقط یک سال بعد و با حضور افشین قطبی در لیگ برتر، این عبارت تبدیل به اسم رمز پرسپولیس برای جنگیدن و نباختن شده بود. از همون اولین مصاحبه در فرودگاه مشخص بود که فوتبال ایران با یه پدیده متفاوت و البته دوست داشتنی روبرو میشه. افشین قطبی اونقدر فصل رو با پرسپولیس خوب شروع کرد که تو همون هفته‌های ابتدایی لقب فراموش نشدنی امپراتور رو از هواداره این تیم دریافت کرد. افشین اونقدر نواز و جنگنده بود که برای تماشای اولین شکست فصل پرسپولیس باید تا دیماه و بازی با سپاهان تو اصفهان صبر می‌کردی. شاید در طول تاریخ هرگز به یاد نداریم که 6 امتیاز از یک تیم کم شه و آخر فصل نام اونا رو به عنوان قهرمانی بالای سر همه تو جدول ببینیم. اگه این بازی مثل مرد باز، اگه این بلد مثل تیم ببرد. شاید اون فصل هر بلایی که ممکن بود سر قطبی و تیمش اومد، اما پرسپولیس سال 87 اونقدر مقاوم و تسلیم ناپذیر بود که بالاخره توی آخرین ثانیه هم به رویاهاش برسه. به قول خودش حتی تا دقیقه 96 بازی با سپاهان تو آزادی هم به قهرمانی امیدوار بود. پس فقط توی کسری از ثانیه میلیون ها هوادار پرسپولیس ارسال کریم باقری رو با ضربه سر به گل تبدیل کردن. توی اون عصر فراموش نشدنی استادیوم آزادی و وقتی سپهر حیدری با همه وجودش خوشحالی میکرد، وزن کره زمین کم شده بود و اون همه هوادار پرسپولیس فاصله ای تا لمس آسمون نداشتند. علی‌رغم کسب نتایج خوب در تیم ملی در مقدماتی جام جهانی، اوضاع اونقدر وخیم بود که جام 2010 رو با هم توی خونه و از تلویزیون تماشا کردیم. به جز یک نیم فصل سابقه حضور در فولاد، افشین این سالها را در لیگ ژاپن و چین مشغول بود و حالا هم یک مقصد غیر منتظره در کانادا، اونم واسه مردی که مواجهه با تجربه های جدید انگار براش یه عادت همیشگی شده. عمر حضور افشین قطبی در لیگ برتر ایران خیلی طولانی نبود، اما احتمالاً هر طرفداری با شنیدن اسم این سرمربی کارنامه اونو با لبخند مرور می‌کنه. جدا از اون قهرمانی دراماتیک و ماندگار در فوتبال ایران، نام افشین قطبی رو با کلماتی چون دانش فنی، اخلاق خوب و لبخند به خاطر میاریم. هنوزم قبل از هر بازی مهم و بزرگ پرسپولیس، صفحات هواداری این تیم پر میشه از اون سخنرانی احساسی و تاثیرگذار افشین قطبی قبل از آخرین بازی لیگ در مقابل سپاهان. تو قلب من قهرمان 100,000 نفر و 30 میلیون نفر پشت شما هستم، تمام دعاشون، تمام قلبشون، تمام عشقشون دارشون. من فکر کنم اطمینان داشته باشید که این تیم قهر تو آسمون نوشته شما قهر. هنوزم وقتی هواداره پرسپولیس میخوام بازیکانه این تیم رو به داشتن شجاعت بیشتر تشویق کنند، میگن قلب شیر داشته باش و اینجوری بازیکانه پرسپولیس رو تهییج میکنند تا مثل اون تیم سال 87 شکست ناپذیر، شجاع و تسلیم نشدنی باشند. یه جمله معروف است که میگه درست یک لحظه قبل از اینکه سحر بشه تاریکترین لحظه شب رو میبینی. درست مثل تیمی که افشین قطبی ساخت، تیمی که تا پای مرگ هم میرفت اما هرگز تسلیم نمیشد.